حدود سالای 60 بود، یعنی اوائل دهه 60 بود که من توی گالری کار میکردم که آقای قایمی برایشون کار میبود. میومد با ما تو گالری هم کارش بود، از کلم که یعنی با بقیه هشنش داشت. در نگاه اول بیش از اندازه مؤدب بود. اینقدر کار کرده صاحب دستا صاحب دستا اگه آرتروز شده. خودش میگه اگه کسی دوتا کار منو شبیه به هم پیدا کنه جایزه بهش میگم. فکر میکنم بالغ بر 50,000 تا کار داشته باشه آقای قایمی. من از 7 سالگی نقاش معروفی بودم. من معروف مدرسه بودم. به تاریخ ایران خیلی وابسته بود. کلمه عشق خشک سالی به بار آورد، برگ‌های مرگ زده سخنم را درک می‌کند. آقای قایمی توی خانواده‌ای به دنیا آمده بود که پدرشون روحانی بودن و برادرش هم همه لباس تنشون بود، لباس روحانی تنشون بود و خودش به شوخی میگفت من انقلاب کردم، دیدم من برای اون کار زاده نشدم. والا استدلال دارن که بعد از شهریور دست 20 به تغییراتی که توی مملکت پیش من تو دنیا اینا خلاصه ما نزدیک شاهد بودیم و عرض کنم برسونم که من 1329 اومدم تهران از لاجن تو 20 سالگی و دهه 30 تغییرات سیاسی و گروه ها و دست ها و اینا همه نزدیک شاهد بودیم. گروه چپ بودن، گروه راست بودن، خلاصه نسبت تئاتر خیلی عجیب و غریب بود. تئاتر سعدی پیش اومده بود، نمایشنامه بسیار جالب. دوره عجیب غریب بود و در اواسط دهه 30 تقریبا دیگه قسمت نقاشی هم یه شکل شمالی پیدا کرد، نقاشی هایی پیدا شده بودن از قبل هم که بودش استاد یافور بود، استاد جوادی پور بود. یکی از دلایلی که خیلی صمیمی شدم باشون برای اینکه حس کردم نسبت به ایشون دارن بی احترامی میکنن. وقتی که میخواستن رو کارش قیمت بذارن میگفتن که خب این کارو چقدر رنگ مصرف کردی؟ بومتو چقدر خریدی؟ مثلا میگفتش که 4 تا تیوب مصرف کردم، حالا دونه 500 تومن میشه 2000 تومن، 500 تومن بومم شده 2500. حالا طرف میگفتش خب 4 تومن برای این کار بزنین خوبه 4 تومن. تو این مجموعه هنرمندای قسمت های نقاشی و مجسمه اینا گاه‌گذار یک اشخاصی هم بودم خودآموز، از جمله مثلا مش اسماعیل بود که مستخدم دانشکده و زیبا بود، قسمت مجسمه سازی، بعد اون خالد مجسمه سازی شد. الان میبینید کارا چقدر ارزشمند. از جمله حسن قایمی بود، این کفاشی میکرد و دید نقاشی میکنه. سوژه هاش هم معمولا مثلا یادم نیست، صحبت الان بیش از 40 سال پیشه، ولی کارایی که اونایی که خود آموز هستن بدون شیلی پیلی کار میکردن مردم هم خوششون میومد، میخریدن خلاص. و اینو فرستادن آمریکا و با مزه اینجاست که خب چون تحصیلات آکادمی که اونجوری نداشت، وقتی رفت آمریکا از همون اول شروع کرد کار کردن. تعداد نقاشا اونایی که حد اکثر موقع بود مثلا فکر کنم 60 نفر. تو این 60 نفر تا 15 تاش فعال بودن، تو صحنه بودن. این ناظرین هم توی گروه ما گاه‌گذار می‌دیدیم. یعنی توی نمایشگاهشون می‌دیدن، متأسفانه که داشتم یادم رفته. هیچ ازش خبر نداشتم بعد از همون مدت. دقیقاً آیه ما رو شما آخرین بار کی دیدین؟ چند سال پیش دیدین؟ نه نمیدونم، حداقل 14 میشه، حداقل 14 پیش خبری ازش نداشتم. یه سوالی بکنم. بله یه سوالی بعد. سوال کو عزیز علی سوال بکنید. متشکرم. مرسی. زنده باد خانم. موسیقی
کوه بلند چنگ انداخته در ریشه سنگ. ماجرا می کند گفت بلند، ساحل خلوت دور مات مانده مبهوت، موجها می شکند که دلم می شکند. این آقای استاد جوادی پور بود، جلال کاظمی. این آقای نوری مجسمه ساز، این آقای نوری، این مشهدی زاده، این گلزاری مارکو. او گرگریان کو مارکو که مرده میسین که من که نیویورک بودم، نیویورک وقتی وارد شدم روز کارگر بود، هوا خیلی سرد بود و خیلی باد میومد. مارکو تازه اومده بود، این کار قهوه‌خونه‌ای خریده بود، کلکسیونی از کار قهوه‌خونه‌ای داشت. یه نامه من برداشتم نوشتم به کنسولگری. کنسولگری یه آقایی بود، خیلی آقای محترمی بود، اون برداشت نامه منو تصدیق کرد که یه آقای کارای قهوه‌خونه ایران را آورده، از اونجا کارای قهوه‌خونه اوج گرفت، آورده اینجا داره به اینجا میفروشه و اگر ممکنه ازش بخرید و برگردونید ایران. و اون کارا رو از مارکو خریدن، برگردوندن ایران. حسن آقا رو من حقیقت کلام کجا شده دیدم؟ گاری کجا بود هم دیگه دیدیم؟ ما خیلی هم دیگه رو دیدیم. نه کدوم گاری؟ من یادم نمیاد. من کجا هم دیدیم؟ من گاری معلم دیدم شما رو. آو آره راست میگی، راست میگی. خب باشگاه مهرگان هم دیدیم؟ بله مهرگان، همون معلم دیگه. همونجا هم دیگه رو هم دیگه رو دیدیم. من همین آقای خالقی نوشت برام همون سال 36 بوده. ببین سال 36 باش این بود. یعنی میگم من بودش. همونجا بود. بعد کجا بود دیگه؟ بعد پلو مارکو گریگوریان دیدم. میدان فردوسی. میدان فردوسی. اونجا دیدم. اونجا دیدم. من همون یادم رفته بود. بعد خیلی شما رو دیدم با شهوق. خدا بیاورد. بله دیگه گاری داشت با آقای مفخر تو گاری سبا اونجا، پس اومده بودیم اونجا. ببینید بله همه یاد رفتیم. یعنی از این آیه شما برداشت اینه؟ بله بعضی آیه آیه است، بعضی نه. یعنی این پرنده اینجا چی کار، چی نقشی داره توی این تصویر شما؟ هیچ، فقط علمت تزیم، فقط زیبایی. زیبایی من معتقدم که نقاشی یعنی زیبایی. تمام شد. هر کس زیبایی بهتر آفرید، اون نقاشتره، اون هنرمندتره. چی بخواد بگی؟ بگی، بعد قرآن رو انتخاب کردین و برای که فکر کردم من میمیرم و همه اینا از بین میره به جز قرآن رو کسی از بین نمیبره. الکسی گورگیز. آه گورگیز. گورگیز. بعد خیلی ملتمسانه که هر جا باشی سلامت باشی، دوستت دارم، دوستت دارم، دورت بگردم، واقعا ممنونم از اون منو نقاش کرد. جدی؟ پارسال مرد، پارسال مرد، آمده بود، آره الکسی مرد. آره با پارسال مرد، باش ارتباط داشته تو. آخه من دوست بابا اوبیز زیاپور. آه با زیاپور، با زیاپور، شاگرد زیاپور شدم. اونم بله دیگه شاگرد زیاپور شدم. زیاپور هم کی میدونی بچه؟ تاریخ نقاشی رو از زیاپور بلدم. اون موقع که زینب خاتون نقاشی میکرد، من تناولی و زندرودی و تبریزی لارام لارام بعد فکر کنم سهراب سپهری سهراب سپهری همه ما شدیم شاگرد زیاپور. ندیدم کسی را مثل خدا نورش قبرش نورانی کنه. ندیدم کسی مثل زیاپور. زیاپور حکایتی بود، حکایتی بود، اصلا باور کردنی نبود. من چی چیزی نیستم.
چشمان تو را سپیده در آب آمد، ابروی تو را خط مهتاب آمد، گیسوی تو را حلقه شبتاب آمد، پهلوی تو را عطر سپید خواب آمد. از صورتکایی که میکشه، من یه روز اینا رو دیدم توی تری بشقاب، بشقاب سرامیک زده بودن. گفتم چقدر شبیه کار آقای قایمیه. با آقای قایمی گفتم گاریه ای آقای اومد اینجا، گفتش چه کارهای خوبیه، من میتونم اینا رو توی چینیام استفاده کنم. بعد اینا رو از من گرفت، بنا شد 50,000 تومان به من بده. 5 تومن داد، هنوز بقیهش نیبرده بده. حالا از 30 سال از این قضیه گذشته، ولی هنوز اون طراحی‌ها توی اون چینیا داره استفاده میشه. من رفتم 3 سال بورسیه شدم، رفتم پاریس. بله، کارای من ناصر اوستی کار نامه برای من نوشت. رفتم اسپانیا، رفتم فرانسه، رفتم انگلستان، رفتم ایتالیا. یعنی بارها و بارها رفتم ایتالیا. هیچ نقاشی نداشتم. هیچ توی هیچ نمایشگاه شرکت نکردم. نکردم، کار میکردم. فقط نشسته بودم کار میکردم. یعنی کسی حاضر نمیشد پیشنهادی بده به شما قبول میکردین که کارتون ارائه بدین؟ نه نه نه. بله کسیم با خدا فکر کردم. خب. پول میخوام یا کار میخوام. بی نیاز بودی؟ بی نیازی هست کردم. انتخاب شد کردم. دیدم پول نمیخوام. بی نیاز. میخوام نقاشی کنم. اون چیزی که میخوای نقاشی رو دوست دارم. و شروع کردم از 60 سال، 65 سال پیش. شروع کردم نشستن نقاشی کردن. هر زمانی که داشتی کار کرد؟ بله. یه روز من برگشتم بهش گفتم که شما از اینقدر با سهراب نزدیک بودی و اینا، کدوم شعر سهراب تو رو تحت تاثیر قرار داده اینا و دوست داری مثلا هر وقت یاد سهراب میکنی این تیکه رو بخونی؟ گفتش که این اصلا خود این 2 بیت بیشتر نیست، ولی یه منظومه است. چرخ یک گاری با حرکت دستش مثل منظومه شمسی داره میگه، چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن گاریچی، مرد گاریچی در حسرت مرگ. این مرگو اینقدر عظیم عنوان میکرد. تو آمریکا با هم نمایشگاه گذاشتیم، با هم صحبت کردیم، گفتیم بیا یه نمایشگاه بذاریم شاید یه چیزی بفروشیم. من هر هفته جمعه میرفتم میفروختم آخه با نقاشا، نمایشگاه میدادم، کار میکردم، میدادم، میفروختم. چرت و پرت. یه تقدیرنامه از شما دیدم که مال نیویورک بود، هم اسم شما توی اون بود، هم اسم آقای سهراب صدیقی. ببینید، کاتالوگ بود. خاطره با سهراب، همون کتاب. سهراب سوادش خیلی بیشتر از من بود، خیلی بیشتر از من. حساشم خیلی ظریف‌تر بود جان؟ حسای لطیفی داشت. آره، احساس لطیفی داشت و از من باسوادتر بود. اون موقعی که مثلا من فرهنگ نمیفهمیدم چیه، اون میفهمید. عنکبوت است این که بسته مکر خود، می نشیند در کمین در کار خود. در میان حفره چشمان او، نیست قربانی مگر کردار خود. حالا ببینید، هر موجودی که شما روی زمین ببینید برای یک کار ساخته شد. حالا چه داستانی هستی که مثلا ببینید که عمر 30 متری 40 متری میره، خلاص میکنه. یه جوری هست که هر کی برای یک کار استعدادش بیشتره. ممکنه شما 10 تا هنر داشته باشین، تو یک هنرت بیشتر. من الان 10 تا هنر دوست داشتم، موزیک و مجسمه و اینا. تو نقاشیش بیشتر منو راضی میکرد. تو این عرصه ما هم جفاد بودیم. احتمال زیاد
این نازنین هم همین جور بود، یعنی چیزی تو ذاتش بوده. خیلی زیباست، هر چون نگاه کنین اصلا عجوبه ایست باقا. الله اکبر. عرضم بزرگ تو معلت سعید فرماشیشون یه الان یک حال پیدا کرده که یعنی واقعا جذب زیبایی عالم هست. بعد آقای واجبی نمیخوام از ما تعریف کنی. میخوام ببینی. ما نقاشی داشتیم، تکنیک داشتیم. ببینید الان من یه خورده اگر دقت دقیق بشین من یه صحبتی رو میکنم. نقاشی کوبیزم که به وجود اومد 1906 سزان مرد. سزان اون دو تا ستکاری که عاقبت ساخته بود خیلی به کوبیزم آنالیتیک، کوبیزم آنالیتیک نزدیک بود. پیکاسو اومد اون رو تقلید کرد، ادامه داد و اون رو ادامه داد، برک اومد بهش پیوست کرد، برک پیوست که اولین کوبیزم زاییده شد که 1907 1907 بعد سبا برداشت اون رو از 1807 یا 8 نقاشی کرد. نقاشی کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه تکلیف ما رو روشن کرد با جهان، مثل که از جهان اطلاع داشت، از دنیا اطلاع داشت. ما یعنی اینکه معنیش اینکه 37 سال قبل اون که اولین کوبیزم زاییده بشه ما در ایران کوبیزم داشتیم. توسط آقای سبا. شما حتما من اینجا من پا ندارم نمیتونم برم کار بیارم نشونتون بدم. شما کاتب سبا رو دیدین. خلاقیت. من یه مقدار بریدم کار را. حالا چرا بریدم؟ یه جب نشسته بودم فکر کردم دیدم که من آفریدگار روشتم، من آفریدگارم، من خلاقم، خدا و آفریدگار و خلاقه. پس ما دوستا داریم با هم رقابت میکنیم، غضب خدا پاشه. قیچی برشم تمام اون قسمت ها را که آفریدگار و خلاقیت و ابداع و اینجور چیزا بود همه را بریدم، از بغل نقاشی ها در آوردم. گفتم غضب خدا پیش بیاد. بعد قضا میگه این بنده من، به نگاه کن این بنده من چقدر پر روه. میگه که من خلاقم، اونم میگه منم خلاقم. خدمت برسات که میانه کلامت آقای معجوبی. من اومدم بعد والا بیل گذاشتم بغل این نقاشی مینیاتوری، بیل گذاشتم. یا اینا دارن دستوالشون رو میشورن، گلی شده. بیل گذاشتم بغل اینا. نمیدونم، یعنی گالری هم به نامشه تو کالیفرنیا. به نام ایشونه؟ درسته؟ بله، اشتار گالری. الان اونا همه پیر شدن. اما تجویزی برادرش با من خیلی مخالف بود. اکبر؟ یا محمد؟ اکبر، اون که نقاش بود، اون که مجسمه ساز بود. آه، مجسمه ساز یا نقاش بود دیگه که بیانال هم شرکت داشت، اولین بیانال اونم بود. اونم بود. او خیلی با من مخالف. چرا؟ نمیدونم. مخالف. دعا کنید، فقط باید خوب بشه. باید خوب بشه. یک سال نیمه من لنگم. نمیتونم راه برم.